سلام علی رسول الله و آله. بسیار خوش آمدید به مجمع تشخیص مصلحت و صفا آوردید به دفتر ما. شما بزرگوارانه از من تشکر کردید، ولی حقیقتش اینه که من باید از شما تشکر کنم. زحمت آمدن و رفتن در این شرایط ترافیک خیلی مشکله برای همه. به هر حال محبت فرمودید، حرفایی که اینجا شما فرمودید حقیقتا کلمات قصار بود، چون میدونستید وقت محدوده، مطالب مهمتون رو در عبارات بسیار گویایی خلاصه کرده بودید و بدون استثناء همه تون حرفایی زدید که برای بنده هم کاملا مفیده و انشالله تصمیمه که میتونیم تو این جلسه بگیریم با الهام از حرفای خود شما یه تصمیم سرنوشت ساز باشه. به هر حال اصل مسئله که شما انجمنهای علمی امروز در کشور دارید، این یکی از مسائل اصلی اسلامی است که اگر ما منصفانه، عالمانه، روشن فکرانه به قرآن نگاه بکنیم، حقیقت مسئله از همین جاست که شما گفتید و شروع پیشرفت های اساسی از همین جاست و همطور که شما فرمودید محدود کردند این پیشرفت رو. تاریخ ما اینجور بوده و ما هم که میخواستیم باز کنیم این زنجیرها رو کاملا موفق نبودیم، گرچه پیشرفت هایی هستن که شما میگید 140,000 عضو انجمن های علمی هستید، از بزرگان که شما همه، حالا عزار که من خیلی ها رو میشناسم از دور و نزدیک، خب نخبه هستن حقیقتا، ولو اگر رسما جزو نخبگان عددی حساب نشدن، ولی واقعیت ها همین جاست. نقطه اساسی که تو کار شما هست این بود که خودتونم روش تکیه کردید که این کار کاملا مردمی و احساس وظیفه‌ای است، نه اینکه یه کار واگذاری شده از طرف قدرت و حکومت. هزینه هم از کسی نمیخواهید و وقت میگذارید، هزینه رفت و آمد رو هم میدید و مثل انجمنهای انجوهای دیگری که هستن، منتها شما یک سطح بالایی از این انجمنها رو به عهده گرفتید. این یک علم از همین جا بیرون میاد، هر چیزی از اینجا بیرون میاد. یعنی ما اگر امور کشوری رو جز امور اساسی که جز وظایف حکومت باید باشه، همیشه هم بوده، در زمان صدر اسلام هم بوده، بقیه امور رو مردم واگذار کنیم، فقط نظارت کنیم و پشتیبانی کنیم، راه صحیح پیشرفته، این راه اسلامه. من حالا توی صحبتام عرض میکنم که مسئله ریشه دینی داره کاملا و دنیای امروز نتیجه این تفکر اسلامی رو داره. همه این پیشرفت هایی که امروز در شرق و غرب میبینید، اگر منصفانه قضاوت بکنیم، حرکتش از همون جزیره العرب و جزیره‌ای که تعداد باسوادهای به معنی خوندن و نوشتنش از تعداد انگشت‌ها هم بالاتر نمی‌رفت، از اونجا شروع شده و اینم از خود اونها نبوده، از خدا بوده، وحی بوده، خدا از اونجا شروع کرد. توضیح هم داده شده چرا از اونجا. ببینید، من حالا مفصل که نمیشه تو جمع شما که همه کار دارید و مسئولیت دارید زیاد استدلالی صحبت کنم، فقط اشاره گونه عرض میکنم. بالاخره قرآن در یک جزیره اونجوری نازل شده، شبه جزیره اونجوری، در اولین کلمات قرآن همجور شروع میشه و اولین کلمه ای که وحی رو شروع میکنه، آغاز میکنه، در آسمان بعد از 500 سال به زمین باز میشه،
اونم برای انسانی که خودش خوندن بلد نیست، سواد نداره، نوشتن بلد نیست، فقط از لحاظ روحی آمادگی گرفتن پیام، تحویل پیام رو داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، با کلمه اقرأ شروع میشه، بخون. خدا رو و آفرینش رو اولین مسئله مهمه. به اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. کلمه دوم انسانه و کلمه سوم خدایی که انسان رو علم داد و عالم کرد. علمه البیان. و این خیلی حرف جالبیه. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. القلم، قلم میاد و تعلیم میاد حالا تا آخر سوره. خب معلومی که این پیام کلماتی است که به اصطلاح ادبا برایت استحلاله. برایت استحلال تعبیری است که در ادبیات طلبه ها هست از اول، یعنی کسی که روی بلندی ایستاده برای دیدن ماه، میخواد ماه رو ببینه، افق رو نگاه میکنه، افقی که در اولین سوره نازله بر پیغمبر در مد نظر قرار میگیره ایناست. انسان عالم مؤمن، این چند سه کلمه، این خلاصه میشه. خب این مکتب قرآنه، جای قرآن هم فکر از همینه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میشه انسان یا جامعه عالم رو با جامعه ای که سواد نداره مقایسه کرد؟ اینا یکی هم. انسانیت یه بحث جداییست، همه انسان‌ها رو میشه با هم مقایسه کرد، اما با صفت دانش نه. باید تفاوت قائل بود بین این دو جامعه. حتی از لحاظ معنوی بعضی ها فکر میکنن راه رسیدن به خدا یه چیزای دیگریه، عبادت هست، ما هم همینو میگیم، اما انما یخش الله من عباده العلماء. علما هستن که در مقابل خداوند خشیت دارن. خشیت یه حالت بسیار ارزشمندی است، ترس و اینا نیست. حالت خشیت از تعبیرات ناب قرآنه که حالتی است که انسان در مقابل خداوند احساس میکنه داره یک ذره ضعیفه، تقریبا هیچ، مثل سایه در مقابل عظمت خداوند که همه آفاق رو وجودش گرفته. این حالت خشیت، اینم مال علماست. قبلا فکر میشد، خیال میکردن بعضی ها، هنوزم فکر میکنن که این علما علمای علوم دینی هستند. من هیچ وقت در قرآن چنین دلیلی نمیدم. دانش، کسانی که علم دارن، دانش دارن. دانش اصلا راه شناخت خداست. بسیاری از دانشمندانی که هیچ در محیط دینی نبودن با دانششون به خدا رسیدن و اون خشیت واقعی رو پیدا کردن، بحث دیگری سال و این بحث مفصلی است. ما اینها رو داریم. عملا رفتار مسلمان ها با این که بعد از رحلت پیغمبر انحراف حکومتی پیدا شد و علی ابن ابی طالب که نظیرش بعد از پیغمبر در جامعه نبود، از مسئولیت کنار گذاشته شد و حالا بالاخره خلفای راشدین و بعدن خلفای آمدن، ولی به هر حال همهشون چون توده مردم مسلمان بودن، خلفا مراعاتی میکردن. جامعه اسلامی در مدتی به بزرگترین تمدن دنیا دست یافت و تمامش با تعلیمات دینی است. راهکاراش هم همین راهکارهایی که معموله همیشه همین بوده. چون از علم و عالم تکریم می شد، بسیاری از دانشمندان دنیا
چونم در ایران بودن اجرت کردن به مراکز دولتی، مراکز خلافت. اونجا اول یک ستاد ترجمه‌ای به وجود آمد که علوم دنیا رو ترجمه کردن و بعدن هم به تدریج تبدیل شد به تحقیق که دستاوردهای خودشون بود. جندی شاپور رو ایرانی ها هم خلق کردن و هم حفظ کردن. خب میدونید شما که بیشتر از ما قطعا این چیزها رو میدونید. جندی شاپور به صورتی بود که هر کس از روم و هند و حتی چین و هر جا دانشمندی تحت فشار قرار میگرفت، بیشتر نستوریان اینا میامدن. جندی شاپور دانشگاه بزرگ جهانی تشکیل داده بودند که در مدینه هم در عصر پیغمبر اطباشون بودن، اونجا طبابت میکردن، پیغمبر اونا رو خیلی احترام میکرد. و یه چنین جایی رو ایرانی ها حفظ کردن و بعد هم مسلمان ها اینا رو جذب کردن. وقتی که فتح شد ایران هیچ تعرضی به جندی شاپور نشد. خب این علامت مهمیه دیگه اونا که اینها باید محفوظ بمونن. ما ریشه دینیمون کاملا روشنه. تفکر، تفقه، عقل، همه اینا در قرآن کلماتش جمع کنید صدها کلمه است که تعقل اصله. در گفتار ائمه هم همینطوره. یه توصیه ای دارد امام کاظم به هشام، چندین صفحه در همه کتب روایی هم آمده، راه ها رو نشون میده و توصیه هایی با کلمات قصار میکنه. 90% تعقله و بقیه مسائل دیگه. خب این خیلی چیز رو میفهمونه که اینجور بوده. همه تون میدونید که اگر تمدن اسلامی نبود ممکن بود غرب در قرون وسطا بیش از این بمونه، بیش از 1000 سالی که مونده بود. اونها اومدن غارت کنند، جنگ های صلیبی رو راه انداختن، تلفات زیادی هم دادن بعد از بیش از 200 سال، ولی اون چی که بردند از همه چیز که میخواستن بیشتر بود و اون دانش اسلامی بود. قبلا هم از طریق اندلس و جزیره مالت و سایر جاها رفته بود. خب میدونیم غربی ها هم از این سرمایه علمشون رو کم کردن. البته اونا به سرعت خوب تنظیم کردن، بهتر از خود ما. اونا گرفتن و عمل کردن و ما موندیم، در این عقب رفتیم در این مدت. به هر حال توقع ما از انقلاب اسلامیمون واقعا یکی همین بود. اقدامی که در اوائل انقلاب شد و چند مدتی دانشگاه ها رو تعطیل کردن، ما موافق نبودیم، ولی انسان های علاقمند، جوان، حماسی شروع کردن، شلوغ کردن، اینجوری شد و عده زیادی نیروها را از دست دادیم، ولی حفظ شد با ستادی که امام تشکیل دادن و بخشی از دانشمندان ما فعال موندن، دوباره احیا شد. ما همون موقع کاملا برامون، من حالا شخصا میگن ولی دوستان ما همینطور، مشخص شد برامون که این کار باید مردمی باشه، باید دانش رو از انحصار دولت در آورد و مردم رو شریک کرد. این برداشت رو البته با ادله دیگری هم بود، چون ما دیدیم دولت نمیتواند جواب بده به خواسته ها و تقاضاهای های مردم. میدیدید صف طولانی که پشت کنکور بود و اکثرشون دست خالی برمیگشتن، دل انسان رو میشکست و واقعا انسان رو ذوق میکرد که این همه جوان با حسرت به خانه برمیگرد و خانه رو هم ناراحت میکنه و استعدادها زنده به گور میشه. که از همون موقع تصمیم گرفته شد چیزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی. ما آزاد که فکر میکردیم این محدودیت هایی که الان هم تو دانشگاه آزاد داریم، اینا رو هم تو ذهنمون نبود. میخواستیم یه چیزی باشه که کاملا مردمی باشه و حرکت بشه و
از همه امکانات مردم با میل خودشون استفاده کنند، بیان تحصیل کنند، تحقیق کنند. ولی خب رفته رفته دیگه شورای انقلاب فرهنگی در چارچوب نظام یه محدودیت‌های درست کرد و به این صورت افتاد. اگر امام نبودند، اگر شخصیت مثل امام نبود، این نمی‌شد. اون موقع اگر کسی کاری رو، اینجور کارها رو از دولت می‌گرفت، یک ارتداد از انقلاب حساب می‌شد. حتی مدارسی که از پیش وجود داشت، خب یادتونه اونا رو دولتی کردن، مثل مدرسه علوی و مسائل جوری که کم کم اینا رو برگردوندیم. چند تو دانشگاه، دانشکده، مؤسسه پژوهشگاه غیر دولتی بود، اینا رو برگردوندن، دولتی کردن. و سخت بود اون موقع واگذاری امور دانشگاه ها به بخش خصوصی غیر دولتی، ولی با این تفکر شد. و این حرفی که الان شما میزنید واقعا همینطوره که دستور اسلام اینه: کن معلمن او متعلمن، یا استاد باش یا شاگرد باش. اگر میخوای مسلمان خوبی باشی، باید چیزی یا بیاد بدی یا یاد بگیری. زندگی اینطوریه، از گهواره تا گور مالی اینجاست که اینطور باشه. این که حالا یه بحثی عجیب غریبی شروع بکنن که علوم انسانی یا فلان علوم از غرب اومده، بنابراین اینا به درد ما نمیخوره. علم که به درد همه میخوره، ممکنه آدم یه چیزای دیگری برو بهتر کنه، قویتر کنه، اشکالاتی برطرف بکنه. دانش که چیز نداره، ما باید هر جا دانش دیدیم بگیریم. و امروز دانش در خارج از ایران خیلی زیاده که ما نداریم و حتما باید بریم دنبالش. و منتها ما الان استعدادش داریم و بسیاری از دانشمندانی داریم که میتونن خودشون نقطه آغاز دانش های ناشناخته شده برای کشور ما باشن. ما علوم ژنتیک و بیولوژیک رو خیلی دور بودیم ازش. حتی وقتی که من نیاز شد برای مسئله اپارتاید یک چیزی، تکنولوژی بیارم، در وزارت علوم حتی مخالفت بشون. البته اونا مخالف کلی نبودن، گفتن از بلژیک بگیریم، غرب بگیریم. خون نمیدادن به ما، اونا میدونن این دانش نباید در ایران، خواستن نباید باشه. مجبور شدیم از کوبا گرفتیم. کوبا هم خوب بود، به هر حال گرفتیم. همون منشه یک حرکتی شده، الان اساتید زیادی، شخصیت های زیادی از اینجا در اومده. خیلی چیزهای دیگه از این قبیل. به هر حال من فکر میکنم شما این تحرکی که خودتون با هزینه خودتون به فکر خودتون تا به حال به اینجا رسوندید، این رو باید سرمایه شرایط جدیدمون قرار بدیم و کشور رو به صورت دانایی محور پیش ببریم. ما در سند چشمنداز توسعه کشور رو دانایی محور خواستیم، این روش کار کردیم خیلی، تا اینکه به این تعبیر رسیدیم و امضا شد و الان ابلاغ شده. منتها متاسفانه موقعی ابلاغ شد و به دست کسی باید اجرا می شد که او ضد این چیزا بود و همین بعضی که شما میگید در دانشگاه ها و در جاهای دیگه پدید آمد، یک تحجری به جای باز کردن فضا خلق کردند. استاد آزاده روشن فکر رو حذف میکردن برای اینکه استاد شعاری رو جای او بیارند. خب این با دانش سازگار نیست، با توسعه علمی سازگار نیست. اصلا علم در فضای آزاد رشد میکنه، در فضای خفقان زده نمیشه عالم شد. تحجر و عقب افتادگی که از تعصبهای کور جامعه رو میگیره، بزرگترین مانع خیزش علمی کشوره. دانشمند نمیتونه تو فضای آلوده به تحجر و استبداد و زورگویی و تحمیلی عقلش به فکرش و
نیروی ابتکار و اختراعش رو خوب استفاده بکنه. این واقعیت کاملا در مبانی دینی ما هست. شما اونایی که الان بیشتر روایت میخونن و حرف میزنن و اینا این تفکر رو چون ندارن میدن روایت های تهجرآمیز رو بیشتر برای مردم میخونن توی تریبون ها. اگر اون روایت های دیگر رو بخونن میفهمن، مردم میفهمن چی بوده اسلام و چی جوری بوده. در جلسه رسمی دولت در مقابل حضرت علی اون شخصیت بزرگ، افراد زندیق می آمدن تو مجلس شرکت می کردن در مقابل همه مردم دوستان اینها کفر می گفتند و حرفایی می زدن که متعصبین را عصبانی می کرد، گاهی کتک کاری می کردند، به بدگویی می رسید. این چطور میشه اینطوری؟ حالا یک کلمه یک کسی تو دانشگاه میگه، یه جمله میگه، او باید اخراجم بشه، دانشجو ستاره دار بشه. تو جلسه رسمی حکومتی است، از تعالی سخنگوی اونجاست. شما بخونید کتابایی که در این زمینه هست، ببینید چه حوادثی اتفاق میافتاده. در یک جا چون اهانت شد به حضرت علی، اصحابی که نشسته بودن طرف رو خواستم کتک بزنن، حضرت علی فرمود ولش کنید، این چه وضعیه؟ انما سبون به سب و افون انزم. او یه فحش داده، حتی اکثرش این یه فحش بش بدید، نه اینکه بهتر از این که ببخشیدش، بگذارید حرفش رو بزنه. خب جواب داره، جوابشو میدیم. در این چنین فضایی ما میتونیم تفکرها، استعدادها خودشون نشون بده. اینم در فضای مردمی خواهد بود، فضایی که حاکم بالا سرش نباشه و حراستها دستها رو نبندن، افراد رو ممنوع الورود نکنن و از این چیزهایی که الان هست که میبینیم اینا منافات داره. ولی در فضایی که شما خودتون خلق کردید با این انبوه انسان‌های عالم 140 هزار نفری و خصوص از این که خوش من این عدد خانوم ها رو نمیدونستم، از این عددی که خانوم گفتن که از زنان در این انجمنها و انجمنهای خودشون حضور دارن، خب این همون نیست که آرزوی ما بود. الان یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب به صورت خاموش و آهسته آهسته بی سر صدا اتفاق افتاده، همین است که الان خانم ها اومدن سهم زیادی در دانشگاه ها به عهده گرفتند. ما همین جور پیش بریم، سالهای آینده خانم بی سواد نداریم و مادر بی سواد نداریم که فرزندانش رو نتونه درست تربیت بکنه یا خانه رو خوب اداره بکنه یا هر جا هست کار درست و انجام بده. از این به بعد این نقیصه ما برطرف میشه، این نیمی از پیکر جامعه داره کم کم میرسه به موقعیت خودش. منتها اگر جهشی و با سر صدا بود حتما تو جامعه ما زمین میخورد، ولی آرام خودشون کردند و خدا خواست. گاهی تو مجلس صحبتهایی از سهمیه زن و مرد در دانشگاه ها میشه، ولی اینا اشتباهه، من اصلا قبول ندارم. نمیشه که گفت کسی میخواد درس بخونه جلوشو بگیریم، به خصوص اگر دانشگاه های غیر دولتی این کار رو بکنن، جایی نداره. به هر حال، حالا اما پیشنهادی که شما کردید، در این پیشنهاد شما من چون وقت جلسه بعدم رو الان دارم مصرف میکنم اینجا، دیگه کوتاه عرض میکنم، من با پیشنهاد شما موافقم. مرکز تحقیقات استراتژیک الان در اختیار من هست، شما خودتون بیایید طرح حضورتون اونجا رو به من بدید. من خودم فکر میکنم اینجوری باشه، ما یه معاونت علمی درست کنیم، به همین آکادمیک یه معاونت درست کنیم و رشته هایی که شما الان توش اهمیت دارید خودتون پیشنهاد کنید به صورت کمیته های اون معاونت باشه و زیر مجموعه اونجا باشه. در حد امکاناتمون ما پشتیبانی میکنیم و
حدیش البته اونجا بودجه کمی داره، ولی در هر پشتیبانی شما بناس انجمن علمی بمونید، نمیخواید که اونجوری باشید که کار خودتون رو میکنید اما حضور داشته باشید. من خواهش میکنم خانم ها هم اونجا حضور داشته باشن، یکی از ما چیزها رو کمیته ها رو برای خانم ها بگذارید، چند تا رشته مورد اهمیتتون رو هم بگذارید، این رابطه رو برقرار کنیم، شاید به زودی توسعه بیشتری پیدا بکنه. همین امروز من حاضرم شما معرفی کنید، البته خودتون اول بررسی کنید بین خودتون که اختلافی پیش نیاد، بعدم دو دستگی اتفاق نیفته، بتونید منسجم وارد مرکز تحقیقات بشید. یکی از خاصیت های اینجا اون است که مرکز تحقیقات میتونه به کمیسیون های مجلس مجمع خوراک بده، همین الان هم تو دستورشونه، در دوره آقای دکتر روحانی هم این کار میشد، یعنی ما مسائلی که سیاست های کلی که داریم خود تو کمیسیون ها پخته میشه، اونجا این مجموع انجمن های شما هم بتونن با مسائلی که مرتبط با شما میشه بتونید اونجا حضور داشته باشید و مجمع رو هم غنی میکنید شما. منتها نباید شکلی بگیری که این استقلال انجمن ها مخدوش بشه. من انجمن ها رو همین جور مردمی و خودمحور نه دولت محور میخوام. با آقای دکتر روحانی هم تا اونجا که حرف منو قبول بکنن توصیه میکنم که ایشون هم از امکانات دولتی در تصمیمات استفاده بکنن. من باز خوش آمد میگم خدمتتون و امیدوارم که این جلسه منشأ یک حرکت دلخواه شما بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.